اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا ماه مبارک رمضان یه فرصت عالیه، چون یه جوری بقیه هم با آدم هماهنگ میشن واسه خوب شدن. بعضی موقع شرایط محیطی زیاد مناسب نیست، آدم اذیت میشه. ماه مبارک رمضان شرایط فراهمه. خب حالا اون دوستانی که این بنا رو دارن، این 30 شب زنده داری و مناجات در واقع داشته باشن، بتونن تبدیلش کنن به یه چله، یا 10 روز بعد ماه مبارک ادامه بدن، یا برای سالهای بعد 5 روز قبلش شروع کنن و تا 5 روز بعدش. خوبه یه سری از عبادات، یه سری از مستحبات در آدم تثبیت میشه. و یکی از مشکلاتی که ما داریم، اساسی ترین مشکلات اون اینه که یک سری از مکارم الاخلاق در ما تثبیت نشده، میریم سراغ یه چیز دیگه. شبیه صخره نوردی که اون بقولیم پیچی که توی صخره میکنن رو محکم نکرده، میره بالاتر و اگه سقوط بکنه شاید ظاهرا خیلی سریع بره بالا، اصلا فایده نداره. افرادی رو میبینید که یهویی میبینید در عرض 2-3 روز اصلا کن فیکون میشن، تغییر زیادی میکنن اما پایدار نیست. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. خیلی خوبه اگر فرصتی برای شما فراهمه، سخنان داره سخنرانی میکنه، میتونی نشستی زیارت عاشورا صدلن صد تا سلام بخون، کاری نداره چون اصلا تکرار میشه دیگه، میرسی به صد تا لن، حالا چند با تکرار کنی حفظ میشه دیگه. اما دن هم بچه ها به قولی حیاتی هستن و حفظن و این دیگه عادت میکنی. حالا بعد ماه مبارک یا فرصت اینطور فراهم بیاد، حالا نه با صد تا لن و صد تا سلام، آتیش دیگه هم تو میخونی، تو راه داری میری، سوار موتوری، سوار ماشین، این فرصت واقعا طلاییه. بارا هم عرض کردم ماه مبارک رمضان رو مثل حمام بهش نگاه نکنید که بریم کثیف بشیم وقتی ماه رمضان میریم پاک بشیم، این اصلا خوب نیست، صحیح هم نیست. باید ماه رمضان هر سال با سال قبل اون فرق داشته باشه، یعنی هر سال شما چیز جدید بگیری، یه اتفاق جدیده برای شما، حرکت مارپیچیه، برمیگردی به لحاظ زمانی و همونجا اما یه پله بالاتر، رم تو میری بالاتر، مثل پیچ، مثل رزوهای پیچ. علایه حال این که این فرصت نباید دست بره، همین 4-5 شبی هم که مونده حیفه. متاسفانه باید در کشور ما شرایط بیشتر فراهم بشه برای مردم. من تو مؤسسه خودمون به بچه ها گفتم ساعت کاری از نماز صبح تا نماز ظهر، تو خونکی سوار موتور ماشین میشن، گازشو میگیرن میان راحت، تا انرژی دارن اونجا کار میکنن، به درد منم میخوره. یه زوری که دیگه خسته شدن و خوابشون هم میاد، برن راحت بخوابن و بقیه اون تایم میشن که عبادت محسوب میشه دیگه، خواب روزه دار. تا بعضی تو رمضان 17 18 ساعت خواب عبادت از این نوشتن، میگه تنها عبادتی که ریا نداره، چون میگن دو تا چیز دیگه، یکی ذکر لا اله الا الله، چون خفیه لازم نیست لبات کن بخوره، اونم میتونی ریا کنی، مثلا جواب سوال ازت دارم میپرسن تموم بشه بعدت بگم، اونم داره ذکر میکنه، اما دیگه خوابه دیگه نمیتونه ریا کنه. آره زیاد حالا به این عبادت بی ریا زیاد دل خوش نکنید، بقیه کارامون هم بس. این شب ان شاء الله ما بنا داریم پیرامون بحث محبت اهل بیت صحبت بکنیم 5 شب. خب به نظرم بنده که محل رجوع جوان ها هستم و شبهات و اینجور چیزا میاد، الان دیگه وقتشه من به اینها بپردازم، چون حالا شاید عزیز دیگه 10 سال پیش صحبت کرده، 20 سال پیش صحبت، اصلا 400 سال پیش کتاب در موردش نوشته، اما حالا بنده اون مهندسی سخنرانی که دارم و یک هدف کلی پلن جامعی دارم، یک سری مطالب رو سرفصلایی رو میگم و میگذارم بعدن اگر فرصت شد بیام اونجا رو تثبیتش بکنم. الان فکر میکنم زمانش رسیده، به وقتش رسیده، ما باید این مسئله برامون حل بشه، چون تو این مسئله متاسفانه حرفای اشتباه هم زیاده. در مورد محبان اهل بیت یک سری حرفا زده میشه که اصلا شأن اینها نیست، کمتر دارم میگم، یک سری حالا مبالغه ها اغراقه ها میکنن، این هم غلطه. حالت درستش چیه؟ حالا چون ما مثلا شیعیان پیرو اهل بیت بودیم، اینو واسه خودمون تراشیدیم ساختیم، این بیس اصلا عقلانی داره، بیس قرآنی داره، بیس روایی داره، بیس نقلی داره. وقتی هم بیس نقلی داره فقط از روایت خودمونه یا نه از منابع فریقین قابل اثباته؟ اصلا چرا محبت این خانواده مثلا قبل مهم باشه؟
شما روایتش دیدید چه جوری دیگه؟ من مات الله به علی مات شهیدم. میگن محبت امیرالمومنین بمیری انگار تو جنگ وسط کاروزار کشته شدی، همون طور که با یه شهید تا میکنن با تام هم تو تا میکنن. واقعا اینجا دارن علکی بزرگ میکنن یا نه واقعیت اینه؟ خب چرا اینطوره؟ مگه مثلا چرا باید اینطور باشه؟ این باید حل بشه. برادر بزرگوارمونم فرمود که چه آیاتی بخونم، گفتم همین 22 23 سوره شورا رو بخون که مودت در واقع اهل بیت. این دوستی کردن با اهل بیت که من عرض کردم قبلا سرفصلاشو گفتم، اما امشب میخوام این شبها تو این پنجشنبه باز بکنم. خیلی هم به دردتون میخوره، خیلی به درد میخوره، مخصوصا برای کسایی که حالا معنوسن با اهل بیت، هیئتین به قولی. از این به بعد عقلانی و یه جوری ساختارمند و درست میتونن به این مسئله نگاه بکنن و قدر اشکایی که میریزن بدونن. من این حقیر سرپاد از آن، چون شما به قول خبر دارید این 25 شبی که گذاشت فقط یک شبش نبودم، اون یک شبم جای دیگه رفت بودم مناجات و مستحضر هستی که تا آخر مدداهی هم میشینم. تمام سخنرانی که حیات دارم بعد از من اگر مدداه بیاد، اگر مشکل نباشه، جای سخنرانی نداشته باشم، کاری نداشته باشم، وعده نکرده باشم بخوام خلف وعده کنم، میشینم. برای چی؟ حالا احترام به جلسه محسن سر جای خود که من خودم میشینم، برای اینکه به یه چیزی رسیدم، حالا میخوام اونم خدمت شما عزیزان انتقال بدم. بحث بسری وقتی شما رو بحث من بیسش قرآنیه، روایت هم براتون بیارم از اهل سنت روایت میارم، میدونید مدل بحث من اینجوریه دیگه. وقتی شما به قرآن رجوع میکنید میبینیم یه سری آیات داریم که خیلی واضحه یک سری مسائل رو گفته. من خواهم اینا کنار همدیگه یک جامعیتی پیدا میکنه، یک ویو، یک نگرش به شما میده. مثلا در مورد حضرت موسی علیه السلام داریم که ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، ابراهیم 5. گفت به موسی، گفتیم که قومت از ظلمات به سمت چی بیار؟ نور بیار. پس رسالت انبیا تهش چیه؟ شما از ظلمات بیای به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. در مورد خود آقا رسول الله هم داری، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یا ای پیغمبر که برای شما فرستاده و به خاتم الانبیا آمده که شما را از ظلمات به سمت نور بیاره. هدف به اصطلاح همینه، اصلا هدف اینه که ما هدایت بشیم. و ان الله بكم لرؤوف رحیم. جالب آخر آیه از رحمت خدا و از رأفت خدا استفاده میکنه، یعنی که من پیغمبری برای شما فرستادم، این خدا رأفت منه. یه خدا هزار تا صفت داره. دیدید آخر آیات ما اصلا دقت نمی‌کنیم. یه جا میگه حکیم، خبیر، سمیع، علیم. دقت نمی‌کنیم چرا آخرین آیه این لفظ استفاده کرده؟ چرا این صفتش خدا داره شاخص میکنه؟ بعد اینا فکر بشه، یعنی دقت بشه عزیزم. پس پیامبران هدفشون هدایت و بیرون بردن ما از ظلمات به سمت نور. بسم الله. یا سوره یاسین اصلا به دستور داده میشه کتاب کتاب به کسانی که این کتاب الهی رو میخونن، اتبعوا، تبعیت کنی از کی؟ من لا یسالکم اجرا و هم مهتدون. از کسایی که چی؟ بابت این که شما رو دارن به سمت نور میبرن پولم نمیخوان داداش، مفت، هیچی ازتون نمیخوان. و هم مهتدون، هم چیان؟ وصلن، هدایت شده هان. هم هدایت شدن هم هدایت میکنن. خب دستمال کثیف که نمیشه شیشه پاک کرد که. اول اون دستمال باید چی بشه؟ پاک شه، تمیز بشه که بتونی باشه تمیز بکنی. فلذا اسمت لازمه حرکت انبیاء. این که برخی از اهل کتاب و متاسفانه در اهل سنت هم وارد شد که انبیاء رو معصوم نمیدونن، در اهل سنت در وحی میگن فقط معصومن، در غیر وحی چه؟ خطا ازشون سر میزنه. همین دارید شما منابع اهل سنت رجوع بکنیم، موارد متعدد داریم متاسفانه نقل شده که مثلا یه اختلاف بین پیامبری که از صحابه پیش اومد، بعد در مورد یک مسئله جبرئیل اومد نظر اون صحابه رو تایید کرد، به پیامبر گفت تو ساکت، حق با فلانی اینجا. نه عجیبه. پس ما هم دستور بهمون داده شد چیکار کنیم؟ آقا تبعیت کنیم. اینا چیزم از ما نمیخوام. یاسین 21 بود. در مورد حضرت نوح خوب به اینا دقت کنید ها، اینا بعدن لازم میشه. لا اسالکم علیه مالا، آقا من پولی ازتون نمیخوام. رفتم هدایتشون کنین، گفتن این چی بهش میرسه،
اومد این حرفا رو به ما میزنه. اون سخنرانی کشتی نو تا کشتی حسین رو مفصل در مورد قوم نو صحبت کردم. تو چی بهش میرسه؟ اینجا حضرت نو صراحتا میگه آقا من پول نمیخوام، مانی نمیخوام. چرا نمیفهمید؟ ان اجری الا علی الله. بابا اجر منو خدا میده، همون که منو فرستاده. من هدایت شدم، اون کسی که منو، من رسولم، اون کسی که منو ارسال کرده فرستاده، همون باید قول خرج منو بده، همون باید اجر منو بده. آخه من پول به چه درد من میخوره؟ هود 29. یا جای دیگه در مورد حضرت نوح، یونس 72 میفرماد که و ما سألتكم من اجر ان اجر الا علی الله. بابا من هیچ اجری از شما نمیخوام، هیچ مزدی از شما نمیخوام، این بر عهده خداست، خدا باید به من اجر بده. در مورد حضرت هود داریم، بیشترین اینها تو همون سوره هوده. یا قوم لا اسالکم علیه اجرا ان اجر الا علی الذی فطرنی. بابا اجر من از شما هیچ اجری نمیخوام بابت این کاری که دارم براتون میکنم، اجر من بر اون کسی که منو خلقم کرده. افلا تعقلون. بابا لا مسوا، عقل ندارید آخه. خب من بیام برای شما هدایت بگم، شما پول بگیرم؟ مثلا من در مزان اتهام قرار میگیرم با این کار. بعضی ها میرن سراغ یه بابایی، میگن رفتن دعامه ها گرفتن. خب من با اینا به شدت مخالفم دیگه، سخنرانی هم کردم و چون شما خبر ندارید، خیلی از این خانواده ها تماس میرن دفتر ما رجوع میکنن، بلاهایی سرشون اومده. اولایش هم ما بهشون میگفتیم، بعدم گفتن نه این آقا فرق داره، این وصله، به کجا وصله. بعد که به ناموسشون تجاوز شد، وقتی که پولشون یارو بلند کرد برد. جالب اونایی که خیلی زرنگن، این دوهانویس مانویس ها پول نمیگیرن، چون به محض اینکه پول بگیرن طرف چی میشه؟ ده هوشیار میشه. خب بیشتر اکثرتشون میگیرن ها، 90-95% میگیرن. میگن آقا ما با این جنا ارتباط داریم، این فشار زیادی به ما میاره، ما باید غذای خوبی بخوریم. و یکیشون بود میگفت من هر بار این کارا رو انجام میدم حتما باید یه لیوان بزرگ آب هویج بخورم. خب من فشار میدین این پول رو بده ببریم، حالا یه آب لیوان آب هویج وسط میگیرم میارم. تو چرا مثلا 400-500 هزار تومان داری پول میگیری؟ مورد 20-25 میلیونی داشتیم ما. در اومد مثلا پول رو از زندایی بلند کردن کشیدن بردن، اومدم گفت زندایمون رفته. آره عقلم خوب چیزی اصلا در مزان تو اصلا بابا او برای این کار نیومده، مگه به پول اینا نیاز داره؟ اون خدایی که از یه ذره تا همه چی به دست اوست، پیامبرش رو نیازمند میگذاره؟ بله. در مورد حضرت هود باز جای دیگه داریم و ما اسالکم علیه من اجر ان اجر الا علی رب العالمین. بابا اجر من بر عهده اون پروردگار جهانیانه، شما ربطی نداره. پس در مورد پیامبران ببینید به متعدد ذکر شده که پیامبران آمدن ما را از ظلمات ببرن به سمت نور. بابت این رسالت، این چیزی که بر عهده این بزرگواران هست، هیچی از ما نمیخوان. اگه چیزی هم قرار بهشون برسه کی باید بده؟ خود خدا. من و شما اصلا رقمی نیستیم بخوام چی بهشون بدیم. در مورد پیامبر خودمان بیشتر از همه آمده، منتها چون پخشش نمیبینید. شما کلمه اجر رو تو قرآن با این نرم افزار سرچ کنید ببینید چه خبره. یا همین ما اسالکم، ما اسالکم رو که سرچ بکنید میبینید آیاتش پشت سر هم ردیف میشه. اجر رو سرچ کنید بیشتر داره. پیامبر خودم سوره تور دارم که میفرماد، داره کفار و مشرکین و خدا مورد مؤاخذه قرار میده و بقولی سوالای نعوذ بالله به شوخی هم بکنیم برری داره میپرسه، همچین برعکس منظورشه. میگه ام اندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. میگه اینا نکنه گنجینای خدا دستشونه، اینجوری لات بازی در میارن، حرفای گنده گنده میزنن، از استیلا و سیطره خودشون دارن صحبت میکنن. اینا چی میگن؟ ام لهم سلمون، نکنه یه نردبونی دارن ما خبر نداریم. خدا فرمود یستمعون فیها، میرن بالا نردبون میذارن میان بالا ببینن چه خبره. فلیعت مستمعون به سلطان مومن، اگه راست میگن دلیلی بیارن ببینیم از این بالا بالا اینا خبرم دارن. ام لهول بنات و لکم البنون. خیلی جالب، میگه خیلی جالبه، خودشون پسر دوست دارن، برای من خدا دختر میتراشن. چون هم میگفتن خدا سه تا دختر داریم مشرکین. میگه جالبه، این عربا خودشون پسر دوستن، دخترها زنده به گور میکنن، به من خدا که میرسه نمیگن پسر داره، میگن دختر داره. لاقل حداقل میگفتی پسر داره نامردا. ام یا این که تسالهم تو تسالهم اجرم فهم
مغرم مسقلون نکنه تو از اینا پول گرفتی زیر بار بدهیش اینا زیر سنگینا دارن پدرشون در میاد، نکنه همچین چیزه. یعنی به عنوان که این بگید نیست دیگه، نه اینا نردبون دارن برن از عالم غیب خبر بیارن، نه تو از اینا اجر خواست. میگه پس چرا این رفتار رو دارن؟ چرا گوش نمی کنید چی دارم میگم من پیامبر؟ پولی ازتون خواستم در مورد پیامبر نقش طبیب و دوار نیست دیگه. پزشکی در خونه های مردم میزد میگه آقا این نظام پزشکیم پولم نمیخوام بیا درمونت کنم رایگان. برای هدایت یک نفر شما ببینید چه داستانی مون سفر حضرت به طائف. از کی من پول خواستم؟ در جای دیگه داریم سوره صاد، بگو. آیاتی که با بگو شروع میشه بارها گفتیم یعنی چی؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. خدا یادآوری میکنه که آی مردم یادتون نره، حرف منو داره میزنه. آی مردم یادتون نره، حرف منو داره. قول، بگو. حالا مثلا اگه نمیگفت قول، خدا نمیفرمود قول، پیغمبر نمیگفت؟ همه آیات اولش قول داره؟ نه، اینا برای من و شماست، تأکید فراوان میرسون. قول بهش، به اینا حتما بگو. ما اسألکم علیه من اجر، من ازتون پول نمیخوام. من اجر و ما انا من المتکلفین، ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبهه بعدهم. از 86 تا 88. ای پیامبر بگو من برای دعوتم هیچ پاداشی از شما نمیطلبم و من از متکلفین نیستم. متکلف یعنی همین کلاف، پیچیده. نه حرفمو پیچیده میزنم، نه از شما کار پیچیده خواستم، نه یه حرفی دارم میزنم که شما نفهمید. چیزایی دارم میگم که تو به فطرتتون رجوع کنید ببینید همتون دوست دارید، به عقلتون رجوع کنید ببینید همتون دوست دارید. میگم بابا ظلم نکن، ببین رجوع کن به خودت، به درون خودت رجوع کن، میبینی چی؟ می ظلمو دوست نداری. حرف قشنگ زد دکتر قنبری، چون فرمود بابا ظالم ترین حکومت ها در دنیا چی دارن؟ محکمه، چون و عدلیه دارن، چون عدل زیباست ولو عداشو در بیارن. میگه من چیز پیچیده ازت خواستم؟ من خواستم صبح بلند شی مثلا بگم رو دستات بعد 4 کیلومتر راه بری؟ چیز ازت خواستم که با ساختار هم فیزیکی بدن جوره، هم چی؟ با عقل، احساسات و همه چی جور در میاد. چون اینجوری میکنه شماها. بله، در ادامه فهمات و این هوه، این هوه و او. حالا بعضی جاها تو ترجمه نوشتن این، بعضی نوشتن آن، چون خدا یه خورده چی صحبت کرده اینجا، ایهامدار صحبت کرده. میگه و این هوه الا ذکر للعالمین، و اینی که ازتون خواسته شد اون یک تذکری برای همه جهانیان است. ولتعلمون نبعه بعدهین، البته بعد از مدتی همه خبرشو میشنون. منظور که مرگه. حالا من اینجا یک روایتی هم هست زیل ابن علی بهتون میخونم، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام، فی قوله عز و جل، در همین آیه که فرمود خداوند متعال قل ما اسالکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین تا آخرش، هو امیر المؤمنین. امیر المؤمنین این که میگه او جز تذکری و خبرشو خواهید فهمید یه روزی. این نبعو بذارید کنار عما یتساءلون عن النبع العظیم. مثلا نبع العظیم صفت چیه؟ امیر مؤمنان. شما به امام زمانم میگید عرضه میدارید یبن نبع العظیم. میگه اما یتساءلون، از چی دارن سوال میپرسن اینجوری زمزمه و چو افتاده بینشون؟ عن نبع العظیم، از علی. الذین هم فیه، که در موردش به اختلاف افتاده. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، حالا میفهمید، به زودی میفهمید. سیعلمون، میفهمید، با خبر میشید. اون نبع عظیم، سوره نبع هم شروعش هم پایانش با امیرالمومنین شروع میشه، با امیرالمومنین هم تمام میشه. حالا دیگه محل بحث هم نیستش، اینجا هست. باز یک آیه دیگه سوره انعام آیه 90، قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، من از شما هیچ اجر نمیخوام الا این که چی؟ اون یک تذکریه برای کل عالمیان، نه فقط برای شما عربا، برای کل عالمیانه. پس پیغمبر من تا الان هیچی نخواسته. پیامبران قبلی چیزی خواستن؟ برید شما اگه تو جای قرآن پیدا کردی برای ما بیارید، هیچ چیزی نخواست.
بله، با سوره یوسف آیه 104 و ما تسألهم علیه من اجر هو الا ذکر للعالمین، و تو از اینا هیچی نمیخوای ای پیامبر. سوره سبأ یا سبأ 47 قل بگو، باز اینجا با قل شروع میشه، ما سألتکم من اجر فهو لکم، من هیچی از شما نمیخوام، مال خودتون، من بابت اجر رسالاتم هیچی نمیخوام، مال خودتون باشه. ان اجر الا علی الله، اجر من بر خداست و گردن خداست، به قول الله بر ذمه خداست. و هو علی کل شیء شهید، و بر هر چیزی گواه است، خدا بزرگترین گواه منه تو این محکمه به قولی. باز از امام باقر داریم که قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، یقول اجر الموده الذي لم اسالكم غير فهو لكم تهتدون به و تنجون من عذاب يوم القيامه، بر خودتونه که به واسطه اونها چی میشید، هدایت میشید و نجات پیدا میکنید از آتش جهنم. پس خیلی خطرناک شده، یعنی اگه نباشه چیه، هدایت پیدا نمیکنید از ظلمات و سمت نور، جهنمی هم هست. آیه بعدی و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، میدونید دیگه خدا پیامبر مسئول هدایت نیست، پیامبر فقط آمده چیکار کنه، بشارت و انذار بده. هدایت دست کیه؟ خود خداست. بار هم در قرآن داریم که پیامبر خودت انقدر گزیت نکن، ما اگه میخواستیم، آیه داریم، ما اگر میخواستیم همه رو هدایت میکردیم، کاری میکردیم که همه هدایت بشه، یک اتفاقی میافتاد که همه هدایت بشه، منتها نه، من میخوام معصره از ناصره جدا بشه، خودت اذیت نکن. اینقدر مهربان بود پیامبر رحمتا للعالمین. پیامبر خدا آیه من میخواد جون خودتو به خطر بندازید، بس دیگه، من آفریدگار دارم میگم ولش میکن. عجیب واقعا. ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. فرقان 56 تا 57 قل ما از بگو، باز با بگو دار، ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، من هیچ گونه پاداشی از شما نمیطلبم مگر کسی بخواد رای به سوی پروردگارش برگزیند. یه مگر چی چیزی پیدا شد، درست شد، گفت مگر اینکه این بر عهده خود خداست، مگر اینکه این تذکری بر کل عالمیانه، مگر اینکه این بر خودتونه، مگر اینکه بخواد یه راهی پیدا کنید به سمت چی، خدا. ما تو معادلهای ریاضی وقتی طرف چپ معادله با هم برابر بشه، طرف راست هم با هم چی میشن، برابر میشن، اینجوری معادله ها رو حل میکنیم دیگه. الان این قول ما اسالکم علی من اجر همه جا برابره، نتیجه میگیره اون طرفین بعدی هم چیه، آره اینا با هم برابر قرار بده، به یه نتیجه جالب ریاضی میرسی حداقل با دانش ریاضی هم تو خود پیش ببرید. یعنی منظورش خدا پیامبر دارن فهمید این که این شما این راهی به سوی خدا رو پیش بگید، این پاداش من. باز جای دیگه، بله، و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، باز اینم شد چی، تذکری برای عالمین. دیدید این مسئله برای همه عموم پیامبر نقل شده و یقینا همین پیامبر هم چه حرفی میزن، در مورد پیامبر ما ویژه تو قرآن تاکید شده که چی؟ خوب دقت کنید. سوره شورا 22-23 همین آیاتی که اول جلسه قرائت فرمودند کامل مطلب رو توضیح میده. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا، میگه میبینی این ظالمین ترسیدن از آنچه که از قبل کسب کرده بودن، یعنی تو دنیا، و هو واقع اون بهم، حالا جلو چشون حاضر و ناظر دارن میبینن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، اون که تو دلته به درد عمت میخوره، باید به عمل صالح چیه؟ بکشه، وگه نه با مرجعه هیچ فرقی نداری، میگفتن دلت پاک بشه، اعتقادشون همین بود. الان هم زیاد مرجعه داریم تو مملکتون، محرم و نامحرم اینی یکی میکنه، یه بابا نامحرمی دلت پاک بشه. خیلی مهم، این بحث مرجعه بحث مهمی، تفکر که زمان معاویه شکل گرفت این اصلا درست کرد که نیات مهمه، فقط عمل مهم نیستش. یه روز یه شیعه‌ای با یه مرجعه داشت بحث میکرد، هرچی بحث کردن به اینجا نرسیدن، یه بابایی داشت رد میشه، گفتن این بابا رو ما حاکم قرار بدیم، قاضی قرار بدیم، هرچی. گفت شیعه حرفاشو زد، این مرجعه هم حرفاشو زد، این بابا هم گفت اعلای شیعه اسفل مرجعه، گفت بالا تنم
عقیده شیعی رو قبول داره، حرف حساب داره، مثلا پایین تنم عقیده مرجعه رو قبول داره. مرجعه آره، اون خواست پایین تنمه، خواست شکم و زیر شکمه به قولی. ایوا جالب، طرف میگه از بصره آمد گفت آقا ما اونجا داریم کار فرهنگی میکنیم. حضرت فرمود که چی گفت چیکار کنیم؟ حضرت فرمود علیکم بالاحداث، بر شما باید کار کردن بر چی؟ نوجوانا و نونهالا. حدیث یعنی سخن تازه، احداث یعنی کسایی که چی؟ نونهالن، نو این کلمه جام نوجوانه. به آنها برسید قبل از آن که دست مرجعه به آنها برسد. یعنی دست مرجعه رسید دیگه نمیتونید کار کنید. ما حالا شوخی میکنیم بعضی ماها میگیم این کاری که ما تو دانشگاه داریم میکنیم بعضی از این جوانا رو برمیگردیم شبه معجزه است، چون اینا دیگه ذهنشون کلا بسته شده، سیمان ریختن بسته شده. این باید توی مدرسه راهنمایی اونجا باید کار میشه، اصلا اسمش هم روشه راهنمایی و راه پیدا کن. الان ما مثلا میبینید برخی از امثال من سختشونه برن مدرسه راهنمایی سخنرانی کنن، دبیرستان سخت، شأن علمیشون برمیخوره، نمیفهمن. این از نفهمی من رایفیه. چرا؟ چون خودم از امام صادق بالاتر میدونم. امام صادق فرمود برید روی نونهالان کار کنید. نه امام صادق متوجنی نعوذ بالله، این میشه دیگه، نتیجه این نفاقه. علمی که نفاق بیاره مایه زلالت و گمراهی و کسافت اون علم نیستش، دقلبازیه، مکر، نیرنگه. یک بار یه بنده خدایی میخواست ما رو اذیت بکنه، حالا بگم حالا هواتون عوض بشه. این حالا اینا رو چه حساب این کار کرد؟ شوخی میخواست بکنه، مسئولیتی داشت، مسئولیت خیلی مهمی داشت تو اون شهر. بعد گفت آقا یه جای سخنرانی خواستن من درخواست میکنم. ما دیگه روی این زمین ننداختیم، تیم چشم گفت میری فلان جا تماس میگیری به خانوم یا مسئول اونجا. من فکر مثلا این دانشگاه غیر انتفاعی هستن تو هر کوچه پس کوچه که این دانشگاه هست دیگه. بعد ما رفتیم اونجا زنگ میزنیم، اونجا دانشگاه که زنگ زدیم به خانوم، گفت الان من میام دنبالتون، من فلان جا وایستادم و دیدمش. دیدیم ما رو برد سمت مهد کودکی. بعد ایام دفاع مقدس بود، بی انصافم برای ما سخنی گفت تو مهد کودک. باز من تو را داشتم میرفتم فکر کردم برای پدر مادرها اینا صحبت قرار بکنم. رفتم تو دیدم اینا رو این کلاه کاغذی نظامی گذاشتن سرشون و بلند شدن همشون الله اکبر یه احترام نظامی برای ما گذاشتن. بعد ما این نگاهی کردیم خدای من اینو چی بگم آخه. شروع کردم گفتیم دیگه از رفتار اهل بیت با کودکان به زبان کودکانه و از یه عمو پورنگی شده اونجا. بعد برگشتیم و این تا مدت این خانم ما زنگ میزد میگه آقا اینا خیلی خوششون اومده، چون یه جلسه دیگه هم بیاورن. ما خاطره بود الان من زنگ زدم ازش تشکر کردم، واقعا یکی از بهترین جلسات عمر ما بود. بله والذین آمنوا وعملوا صالحات، اونه که عمل صالح انجام، فقط تو نیت و اینجور چیزا چیه؟ نموندن. بله فی روزات الجنات یوی و ظالمین رو گفت که تو در و دیوارن الحمدلله. این طرف رو روزه یعنی جایی که زمینی که مثل چمنزاره، جنت جایی که پر درخته، هر دوتا حاصلخیز و سرسبز، یکی با ارتفاع کم یکی چی؟ ببین دقت کنید جز معدود آیاتی، شاید نمیدونم حالا جای دیگه هم داریم یا نداریم، اما من اینو دیدم دیگه، اینو داره میبینید جز معدود میگه هر دوتاش به اینا میرسه. چون میگه جنات تجری من تحت الانهار، اینجا میگه هم روزه بر ایناست هم چی؟ جنت. این باغا رو دیدید وسطش خالیه، دور تا دورش درخته همچون چیزی، مثلا حالا بهشتیش نه، اونم یه دونه نه جمع بسته. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هر چی بخوان عند ربهم، پیش خود من و خدا، نزد خود خدا بهشون میدم. چی؟ آب دون؟ نه، ما یشاؤون هر چی بخوان. خب بعد از نعمات خدا خودش پیشنهاد داده، فرمود اونجا اینه اینه اینه، چرا میفرمود نه هر چی بخوان، نه چه هوس کرد، چه دلت خواست بهت میدیم. ذالکه هو الفضل الکبیر، بابا از این فضل بیشتر من به یه نفر بدم؟ با چی میخوای ما بدی؟ چی میخوای بابتش؟ کم دقت کنید خیلی مسئله سنگین شده.
یه فضل بزرگ میخوام بدم به اون مؤمنینی که از اون ظالما نیستن که اولای گفتم عمل صالح هم انجام میدن، میخوام برن جایی که هم جنت هم روزه، هر چی دیگه هم بخوان بهشون میدم عند الله. این از همش شیرین تره، پیش خود خودم و این فضل بزرگ منه. ذالکه اون، اینی که دارم میگم توضیح میدم، الذی میخوام یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میخوام بشارت بدم به اون مؤمنان. ببین طالب تو قرآن دیدی چه خیلی چیزا براتون گفتم، اینطور اینجا میخوام بشارتم رو کنم، بشارت بدم به مؤمن، به بنده هام. عبد میدونه دیگه بالاترین مقامی است که خدا بخواد یه بنده رو باش صدا بزنه. شما در سلام و پیامت تو نماز میگید چی؟ اول عبد بعد رسول. افتخار آیت الله بهجت همین، دیدی رو سنگ قبرش چی زدن؟ عبد. عبد یعنی چیزی که هیچی از خودش نداره، انعکاس خداست. کوچکترین ناخالصی انعکاس نوریست، کوچکترین ناخالصی انعکاس نور واقعی رو نمیده. یه خورده در خودش چیکار میکنه؟ دخلو تسر. وقتی توهی شدی از خود، کاملا میشه ظرف خدا. خدا ارائه میده به مردم، مردم میبیننت یاد خدا میفته، دوستت دارن چون خدا رو دوست دارن. اصلا به واسطه یه تو میفهمن دوستی خدا یعنی چی. خدا چی میخوای ازمون عوضش؟ ببین چی میگه، قل بگو، وسط آیه یه قول آورد، یعنی چی؟ لا اسألكم علیه اجرا، هیچ اجری نمیخوام الا المودت فی القربا. تمام پیامبران هیچی نخواستن. پیامبر خودمون هم چی فرمود؟ واسه خودته فاولکم، نه یه راهی به سمت خدا. بابا این یه تذکر بر همه عالمین. حالا اینجا طرف دوم معادله این چی شد؟ مودت چی؟ فی القربا، مودت به نزدیکان من. دقت کن چی داد بابتش. این که دیگه آیه خودمون نازل نکردیم که، یه تو همون قرآنی که شیعه و سنی هر دوتا قبول داره. مودت اهل بیت موجب میشه که خدا بشارت بهت بده، عبد خطابت کنه، ببرد جایی که به مخیلت نمیگنجه. ما یشاؤون، هر چی بخوای بهت بده. چرا؟ ما تمام در واقع این چهار شب آینده میخوام و تایمی که از این جلسه میخوام امروز بحث میکنیم، عقلی بحث میکنم براتون، یعنی بحث قرآنی و نقلی به کنار، عقلی همون چیزی که خودتون محبت رو تجربه کردید تو زندگیتون. و انشالله بنام بر اینه که اصولی رو معرفی کنیم که با اون محبت درستر بشه، هم زیاد بشه، هم سازماندهی بشه، هم ساماندهی بشه. پیامبر در مورد این آیه فرمودن قال ایها الناس، آی مردم، جمعشون کردن اینا رو، ان الله عز و جل قد فرض لی علیکم، ما یه چیزی بر من فرض کرده برای شما بهتون بگم، آیا عمل میکنی؟ بگم. فلم یجب ها احد، یک نفر جوابشو نداد، گفت خدا یه چیز خواسته بهتون بگم اینا از عمل میکنی، همه لالمونی گرفتن. کار سختی نباشه. حضرت فقال فرمود یا ایها الناس انه لیس بذهب، بابا طلانی خیالتون راحت باشه، ولا فزه، نقره هم نیست، ولا معکول، خوردنی هم نیست، ولا مشروب، نوشیدنی هم نیست، اصلا خورد و خوراک نیست، پولم ازتون نمیخواد. ترسید کپ کردن اینا جوان، گفت لابا فکر میکنید جیباتون الان خالی کنید، فکر مثلا امیر بنده خدا میاد صدقه جمع میکنه، الان میگه بیا صدقه بریزون تو. نه پو هیچی پولی نی، خوردنی هم نی، هیچی نوشیدنی. یه دقیقه گوش کن، گفتن آره. تا اینجوری فرمودین خب الحمدلله جیبامون محفوظ. حالا ببینید دیدی باید بگه ما اصل کمال این منجر، دیدی بگه باید ما اصل کمال این مالن، من هیچی نمیخوام. جماعت پدر سوختی در اول. پس کسایی که از مالشون میبخشن آدمای چی ان عزیزان؟ چقدر تو قرآن نماد انفاق و اینجور چیزا صحبت چه، صدقه رو الان تقویتش کنید، بعدن خیر ما رو میگیر. آخه خوبه نهت داشتید چی شد؟ گفتن حالا بگو ببینیم چیه. فتلا و تلاوت کرد حاضر لآیه، همین آیه 23 شورا رو
ازت تلاوت فرمود. گفتن بله باش قبول میکن. میگه با نزدیکانم میرم خوب میکنی باش خوب الحمدلله ازم پول نخواست. فما و فاوهم اکثر هم اکثریتشون به همین حرفی که خدا ازشون پیامبر ازشون عهد گرفت عمل نکردن، زدن زیرش. در تفسیر المیزان مطلبی هست من عیناً براتون از رو میخونم، خوب دقت بفرمایید عزیزان. از علامه مرحوم و بزرگ فخر شیعه طباطبایی، این دو تا برادر، هم علامه طباطبایی هم برادرش سید حسن الهی، او که اصلا دیگه انقدر خدایی بودش گفتن الهی، اینا از 20 سالگی برزخی بودن، 19 20 سالگی وصل بودن اینا هر دو برادر. حالا وقت بشه تو جلسات آینده یک بحثی برای سیکر برادر امیر حسن الهی در مورد امیرالمومنین داره، اونجا تو به وقتش خدمتتون عرض کنم. اگرم نگفتم یادم بندازید براتون بگیم بعد. آری اسلام هرگز مردم را دعوت نمی‌کنه به اینکه خیشاوندان خود را به خاطر اینکه خیشاوند است دوست بدارن. آقا کجا شما دیدی اسلام دعوت کنه؟ ببین من هیچ چیز ازتون نمی‌خوام، هیچ پیغمبرم تولا نخواسته، من پیغمبر می‌خوام کلا این قاعده رو بشکنه، من هیچ چیز ازتون می‌خوام. چه میشه این هر فامیل ما رو دوست داشته باشید؟ شما به پیغمبر شک نمی‌کنید؟ خود قرآن داره میگه اگر برادرانتون، همسرانتون، ها آباکم، ابناکم، ازواجکم، اخوانکم، تجارتون تخشمون کسادها، چه میدونم اموالون اخترفتموها، تجارتتون میترسی کساد بشه، مالی که به دست آوردین، مساکن ترزونا احب علیکم، محبوبتر نزد خدا، نزد شما، من الله، از خدا، رسول و رسولش و جهادن فی سبیل فطرب بسو حتی یهد الله به امره و لا یهد القوم الفاسقین. فاسقید اگه فک فامیلاتون از خدا و پیغمبرشو جهاد در راه خدا بیشتر دوستش. بعد اینجا بیاد بگی که هیچ نمیخوام، میشه این بچهای منو دوست داشته باشید؟ بعد تازه پیامبر محبت هم نخواست، چی خواست؟ مودت. فرق اینا رو هم قبلا هم گفتم و درسته رو وقت تو همین جلسات آینه تو جاش میرسه توضیح بهتون میدم. محبت دوست داشتن است، مودت دوستی کردن است. شما شاید یه نفرم دوست نداری، مبصر کلاس دوست نداری، هیچ وقت معلم ازت نمیخواد مبصر دوست داشته باشه، اما ازت میخواد باش دوستی کن. مهم نیست باش قهری، میگه برپا برپا باز باید باش همکاری کنی. مودت این فرش با محبت عنایت داشته باشه، چون محبت یه جوششه، نمیشه به زور بگی که خوشت بیاد، بلکه آن محبت به خیشاوندی که اسلام بشر را بدان خوانده محبت فلاح هست. تنها محبتی که در اسلام اصالت داره محبت خداست. اینو شما عرض میکنم، نه محبت حتی به فرزند، پدر، مادر، هیچی. تنها محبت اصیل نیست، محبت اصیل فقط چیه؟ فقط خدا، بدون اینکه مسئله خویشاوندی کمترین دخالتی در آن داشته باشد. البته اسلام اهتمام زیادی به مسئله قرابت و رحم دارد، صله ارحام چقدر سفارش شده، اما به عنوان صله رحم و اینکه با رحم قطع رابطه نکنن و از دادن مال عزیز و مورد حاجت خود به ارحام فقیر مزایقه ننامه، نه به آن این که رحم خود را دوست بدارن، چون اسلام بر هر محبتی به جز محبت به خدا خط بطلان کشیده است و ما نمیتوانیم بگویم که مودت به قربا در آیه شریف کنایه است از همین صله رحم و احسان به ایشان و انفاق به مال به آنان، چون در آیه شریفه هیچ قرینه ای نیست که دلالت بر این که معنای حقیقی مودت منظور نیست بلکه صله رحم منظور است باشد، چون صله رحم مسئله دیگری است و حب فلا مسئله دیگر. هدف تنها این بود که این محبت را وسیله قرار دهد برای اینکه مردم را به ایشان ارجاع دهد و اهل بیت مرجع علمی مردم قرار بگیرد. الان طباطبایی میگه اصلی ترین هدف همین بود، آقا نگاه کن اینا، من میرم بی سر و سامون میشید، بدبخت میشید، کسایی میان براتون حاکم میشن، بیچاره میشید، بیچاره یک ابدیت جهنم و عذاب، از این بیچارگی بدتر. ببین توی اون طوفان حوادث و فتنه ها و غبارآلود شدن شرایط یادتون نره اینا، این تناور یادتون نره، با اینا دوستی بکنید. در ادامه آیه من حالا چون نخوندم،
و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور. میگه که به هر کس کاری نیک انجام دهد بعد از اینکه مودت به نزدیکان پیامبر رو میفرماد، میگه اگه کار خیری نیک انجام بده ما اون رو بیشترش میکنیم، چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار است. اینجا از امام صادق روایت فرستادن الاقتراف یعنی چی؟ التسلیم لنا. این حسنه که میفرستید که تسلیم ما باشید، یک الصدق علینا با ما رو راست باشید، شیشه خوردار بذارید کنار، و اینکه دروغ به ما نبندید. این تا اینجا این ماجرا از ظاهر آیه که اصلا مشخصه، که اصلا عقل نمیپذیره که پیامبر بخواد برای فامیلاش پارتی بازی خاصی بکنه، اصلا همچه پیامبری من به پیامبر قبول ندارم، الا اینکه این خانواده چی هن؟ خواستن. چرا خواستن؟ با آیه مباهله رجوع کن. چرا خواستن؟ با آیه تطهیر مراجعه کن. چرا خواستن؟ به حدیث کساب مراجعه کن. اینا که بابت تک تکش که میتونم دو جلسه فقط منابع اهل سنت براتون بخونم. چرا؟ برای اینکه به ثقلین این رجوع کن که دیگه همش در جزء متواترات ماست و در منابع اهل سنت است. همین یک آیه را من از اهل سنت چند تا سندش آوردم، یه 10-12 دقیقه از وقتمون مونده خدمتتون بخونم. خوب دقت کنید ببینید عزیزان، این بحثی که اینجا شما تشریف دارید یه بحثی، فیلمای ضبط میشه یا بحث دیگه است، صوتی ضبط میشه تو اینترنت قرار میگه یه بحث دیگه است. من همین چند وقت پیش اس ام اس نشون دادم به یکی از همین دوستان که اینجا نشسته بودیم، گفتم بیا نگاه کن سه نفر شیعه شده بودن، شب ذرات خوردن امیرالمومنین. گفتم این یه موقع است باجه یه بحثی میکنیم و این ضبط میشه پخش میشه میمونه ماندگار میشه، فلزا باید مستند باشه. آی آلوسی که وهابیشون عملا گرا شده وهابی داره، حالا هر چه ما اینجا سخنرانی کرده بودیم گفتیم آلوسی وهابی، این کنترچیه وزارت ارشاد تیکش کات کرده بودن مجوز خواستم، گفته بودن نه آلوسی وهابی نیست، چون تو اینترنت سرچ کردن تو ویکی‌پدیا اومده بود که وهابی نیست. نا چی بگیم؟ میگه خیلی جالب، آلوسی جون کنده که یه کاری کنه این به اهل بیت نباید چسبه. میگه نه این اصلا خطاب به به کفار قریش گفت، گفت بابا هدایت منو قبول نمی‌کنین، حداقل منو دوست داشته باشین. پیامبر گفت مثلا به ابو لهب و این عروض لوباش، گفت انقدر منو اذیت می‌کنید و می‌خواد منو بکشیدم و اینا، ببین اصلا لااقل منو دوست داشته باشید. سن خدا وکیل اصلا سند ها اینا همش بکنید، به عقلتون رجوع بکنید. آقا علامه طباطبایی در پاسخش میگه بابا این بابا اصلا فکر نکرده اجر در پاسخ به چیه؟ کاری که شما برای یک تن نفر چیکار کرده باشی؟ خب این پیامبر که پدر اینا رو درآورده که، اگه دنیایی بخوای نگاه کنی اینا رو بوتاشون رو بهشون حمله کرده و چه کاری برای اینا کرده جز هدایت؟ مگه اینا هدایت شدن که در پاسخ اجر بخواد یه چیزی؟ یکی موقعی آدم به دست و پا زدن میفته که نه نور رو نبینه، آخرم چشاشو میبنده میگه همه جا تاریک، میگن آقا روشنه داره چشا رو میزنه، میگه ما که نوری نمیبینیم. دقت کردید قرآن چقدر اینا رو مثال میزنه به کسایی که کورن؟ میگه اینا نمیبینن، نمیگه نیست، میگه نمیبینن. اینا عنایت داشته باشه. زمخشری ما نکته جالبی داره، زمخشری از بزرگان به خاطر بحث تفاسیر اهل سنت در کشاف 44 صفحه 220 میگه هنگامی که این آیه نازل شد قل لا اسالکم علی قیل یا رسول الله، گفتن که یا رسول الله من قرابت اینا کیان این نزدیکانت؟ هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، که بر ما واجب شد، یعنی فهمیدن این چیه؟ وجوبه، واجب، مثل نماز خوندنه، انجام ندی خیرتو میگیرن اون دنیا، چرا مبدد نکردی؟ اینا کیان بر ما واجب شد؟ قال علی و فاطمه و ابناهما، و کی؟ دو تا پسرش. این زمخشری میگه، من نمیگم. در ادامه زمخشری نکات میره، من عیناً از رو ترجمه فارسیشو براتون میخونم، خیلی عجیبه. این تو یک روایتی رو زمخشری اشاره میکنه، خدا گواه اگه زمخشریشو ورداری میگه اینو یکی از مفسرین شیعه زوبه در ولایت امیرالمومنین گفته و لذت خواهید برد. و این دلالت میکند آنچه که از حضرت علی نقل شده است که حضرت به پیامبر
شکایت کردن به خاطر حسدی که مردم نسبت به ایشان داشتن. حالا پیامبر این نکاتو میفرمود ولا یزید الظالمین الا حسادتشون بیشتر میشه. این حضرت یعقوب میفرمود بابا این یوسف فکر نکنید چون مثلا این طور من دوستش دارم، این فرق داره، این بر من و شماها ولایت داره، نگاه نکنید سنش کمتر از شماست، بر من پدرتون این ولایت داره یوسف. چی میشد؟ حسادتشون بیشتر. داداش داداشو کرد تو چاه، میخواستن تیکه تیکش کنه، اون لاوی نذاشت تا میکشیمش، کلا حال بنوزش تو چاه بدیم یه کاروانی ببردش. بعد یه غریبه بعد از قدیر اون بلا رو سر امیرالمومنین نیاره. شما فکر قرآن نخوندید؟ موج میزد حسادت امیرالمومنین تو این دل. اصلا چندین بار اومدن پیامبر جلوش داد و بیداد رو انداختن، گفتن شورشو در آوردی، هرچی خوبیه جمع کردی واسه فک فامیلات. پیامبر میفهمد مگه من گفتم؟ خدا فرموده، از پیش خودم این حرفو که نمیزنه بابا، شما دیگه کی هستید؟ شما دقت کنید زمانی که بلغ ما انزل الک نازل میشه، آیه تبلیغ آیه ابلاغ دین نازل میشه بهشون بگو، آخرش میفهمم ان الله یعصمک من الناس، نترس من حفظت میکنم از دست اینا. پیامبر من الان برم اعلام بکنم اینا شمشیر میکشن همینجا علی رو تیک تیک میکنه. خب من دارم میبینم هر روز اینا دارن چی میگن. ببینید یک جاهایی باید تو شرایط قرار بگیری، مدیر یه جایی بشی، مسئول یه جایی بشی، هر روز ببینی زیرا به یکی دارن میزنن، بفهمی آخ خطرناک شده، آرام آرام بغض نسبت به یک نفر چی شده، شد گرفته، یه روز بذاری بری نباشی کله پاش میکنن. اینو من حس میکنم چون بعضا پیش میاد تو این کارهای فرهنگی اونجور چیزا میبینی. حالا بعد تازه اون آدم هم خیلی برحق نیست، اون کسی که میان بقوله زیرا بشو میزنن و اینا نقدش میکنن، خیلی هم اینو برحق، فکر کن برحق هم باشه، پیامبر اینها رو میدید. پیامبر فرمودن در جواب امیرالمومنین علی جان نمیخواهی چهار تا از چهار تا باشی؟ یعنی چی؟ اولین کسانی که وارد بهشت میشن من و تو حسن و حسین و زوجات ما هستن، من و تو حسن و حسین و همسران ما از چپ و راست و ذریات ما از پشت سر ما داخل بهشت میشن. بهشت حرام است، اینا رو زمخشری داره میگه، بهشت حرام است بر کسی که به اهل بیت من ظلم کند، با آنها را اذیت کند و هر کس کار نیکی نسبت به اهل بیت من انجام دهد، اگر اهل بیت من پاداش او را در دنیا ندهند، من خودم فردای قیامت پاداش آنها را. گفت آقا من ضامن بابت اینا، دیگه قبولم دارید من پیغمبر رو به من ضامن؟ من ضامن، من جوابتون رو میدم. انصار گفتن که ما فلان کار را انجام دادیم، با پیامبر عهد و پیمان بستیم در جنگ ها، از پیامبر دفاع کردیم، گویا بوی افتخار و فخر می آمد. عباس او ابن عباس میگه، عباس عموی پیامبر یا ابن عباس گفت هر آنچه شما فخر کنید باز فضل برای ماست. حضرت انصار را جمع کرد و فرمود آیا شما در ذلت زندگی نمی کردید؟ خدای عالم به برکت من شما را عزت داد. گفتند بله یا رسول. حضرت فرمود آیا شما در گمراهی به سر نمی بردید که خدای عالم به واسطه من شما را هدایت کرد؟ گفتند بله یا رسول. حضرت فرمود چرا جواب مرا نمی دهید؟ گفتند چه بگوییم؟ گفتم جواب میدیم. حضرت فرمود بگید شما ای انصار این گونه بگویید که ای رسول خدا، آیا قومت تو را اخراج نکردند و ما سرپناهت دادیم؟ کجا جواب آمدید؟ اینجوری جواب بده، جوابتون یاد بدم. بگی هیچ کسی رو نداشتیم، می‌خواستن بکشنت قریش، ما اینجا تو مدینه به جا دادیم و ما سرپناه دادیم و آنها تو را تکذیب کردن و ما تصدیقت کردیم و آنها زمینه خاری تو را فراهم کردن و ما یاریت کردیم. گفت خجالت نکش، بگید، بگم از خودم بهتون یاد میدم، اینا رو بگید و ما یاریت کردیم. و حضرت در حال سخن گفته بود که انصار بر روی دو زانو نشسته و سینه ها را به جلو داده بودند، همینطور تعجب کرده بودند. همگی گفتند تمام اموال و هر آنچه که در دست و هست زندگی ماست همگی برای خدا برد. گفت ما رو شرمنده نکن دیگه، همش مال شما بر خدا و رسولش باشه. پس آیه نازل شد، من از شما اجری نمیخوام، پولی نمیخوام، قدرت نمیخوام، اگر میخواهید اجر رسالت مرا بدهید فقط مودت قربای مرا داشته باشید. گوی نزدیکانم رو حفظ کنید. هر که بمیرد، اینا رو زمخشری عالم سنی داره میگه، هر کس بمیرد بر دوستی آل محمد شهید مرده باشد. اللهم صل علی محمد آل محمد. بدان آگاه باش هر که به دوستی آل پیامبر بمیرد مغفور مرده، هر که بر دوستی آل پیامبر بمیرد تائب مرده، توبه کرده مرده، هر که به دوستی آل پیامبر بمیرد مؤمن مرده که استکمال ایمان کرده باشد، ایمانش کامل کرده بعد مرده،
هر که به دوستی ایشان بمیرد ملک الموت او را بشارت دهد به بهشت و منکر و نکیر مبشر او باشند، نه که بیان سال پیچش کنن، رفیقاش میشن، براش بشارت میارن، با روی خوش میان. و هر که به دوستی ایشان بمیرد به طریق زفاف او را به بهشت برند، همچنان که زفاف عروس به جانب زوج او برند. و هر که به دوستی ایشان بمیرد در قبر دو در بر بهشت برای او باز کند، و هر کس به دوستی ایشان بمیرد قبر او مزار ملائک رحمت باشد. خودش هیچ، قبرش میشه ملائک بیان تقرب به جانب خدا. بابا مگه این چیه؟ مگه این محبته؟ یه بحثم اونها شوایی نمیخوایم اینو بحث بکنم. چرا؟ چطور به این برسیم؟ توهم نباشه، یک وهمی داشته باشیم آقا من دوستت دارم، اما در عمل و از اونهایی باشیم که داریم خنجر میزنیم نعوذ بالله به قلب امام زمان. و بدان که هر که بمیرد بر بغض آلمن، هر که بغض آلمن رو داره، چون به قیامت در آیت نوشته باشد در میان هر دو چشم او که این از رحمت الهی مأیوس و مهجور است. فکر رحمت الهی رو نکن، فراموش کن. و هر که بر بغض ایشان بمیرد کافر مرده باشد، و هر که بر بغض آل من بمیرد رایحه جنت هم به مشام او نخواهد رسید. بوی بهشت هم نمیبره، بره بهشت. کشاف جلد 4 صفحه 221. قرطبی که دیگه از مفاخر و بزرگان اهل سنت تو تفسیر جامع صفحه جلد 16 صفحه 21 تا 23 همین مطلب رو نقل میکنه. یک خوب دقت کنید، دو سه دقیقه رو، عجیبه. این از امام فخر رازی، معروف به فخر رازی، عجیب غریب توی یک مسئله تشکیک میکنه. یعنی 20 و 30 تا مورد میاره که یعنی ساده چیز رو نمیپذیره. امام المشککین بهش میگن، یعنی امام و پیشوایی کسی که شک میکنن بخونه. تو تفسیر مفاتیح جلد 27 صفحه 595 میگه، مطلب زمخشری رو میگه، نقل میکنه، در ادامش یه تعلیق و حاشیه خودش مینویسه از فخر رازی. این گنجینه است، یعنی که همچین کسی او داره اینجوری میگه. میگه وقتی این آیه نازل شده از حضرت سوال شده که منظور از قرابت در این آیه چه کسانی هستند. حضرت فرمود علی و فاطمه و حسنه. و وقتی که مشخص شد که منظور از قرابت این 4 نفر هستن و اینها یک جایگاه ویژه‌ای دارن و به چند دلیل برای این موضوع میتوان استناد کرد، 3-4 تا دلیل میاره فخر رازی. دلیل اول، خود آیه قل لا اسالکم علیه من اجر، خود این به من دلیل. دوم، اینکه هیچ شکی نیست که حضرت رسول حضرت فاطمه را دوست می‌داشتند. عجیب غریب، میگه اینکه در بین شیعه و سنی چیز جا افتاده ایه. هیچ شکی نیست. ببین ما یه موقعی تواتر لفظی داریم، میگه ما حضرت علی مثلا تو خیبر 23 تا رو کشت، نه 25 تا رو کشت، نه 27 تا رو کشت. یه موقعی تواتر معنایی داریم که یک خیبری بود، یه علی هم بود تو خیبر هم شرکت کرد، از یهودیان کشت. این که دیگه اثبات شده است، حالا 23 تا یا 25 تا یا هر چند. یه بر همه اثبات شده است که پیامبر فاطمه را چی؟ دوست می‌داشت. اینجا این ویژگی خاص حضرت زهرا پیدا می‌کنه که چراغ هدایت میشه. این کسی بخواد تو بحث تشیع تحقیق بکنه، از در به حضرت زهرا وقتی وارد میشه گیر می‌کنه. سلطان الواعظین وقتی در پیشاور بحث میکرد، اون کتاب شد شب‌های پیشاور، اونجا خیلی عجیبه دیگه به ماجرا حضرت، تا قبلش هیچ کی شیعه نشد، تا به ماجرای حضرت زهرا میرسه عده شیعه میشن. و اون شب مثلا 10 شب بوده دیگه، شب 4 و 5 اینا شیعه شده بودن، تا شب‌های دیگر هم میومدن شرکت میکردن. نویسنده میگه که تمام اون شب‌ها فقط اون گوشه گریه میکردن، از بزرگان اون پاکستان بودن، فقط اون گوشه اشک میریختن که خدا ما رو میبخشه. یک حرفی است از این شهید شهاته، حسن شهاته، این مسئولین عقیدتی سیاسی ارتش مصر بود، این شیعه شد، یک عبارتی داره اشک میریزه، میگه خدا منو میبخشه که من حب قاتلای فاطمه تو دلم بوده، با چه روی من میخوام خدا تو رو ببینمت؟ حالا که تحقیق کرده ها، میگه آقا من چطور میتونم تو رو، فقط یه امید دارم. خیلی زیبایی، اصلا روزه خونده این آدم. میگه من فقط یک امید دارم، اون هم حره. میگه وقتی من یک شخصیتی مثل هور رو میبینم که جلوی امام معصومش گرفت، اصلا سبب این شد که امام اونجا گیر کرد تو کربلا، هور جلوشو نمیگرفت میرسید کربلا، اصلا داستان شد عوض میشد. دیدم این خانواده با او چطور تا میکنن، من امید دارم به رحمت خدا، خدا منو میبخشه، من این همه رفتم، این همه سخنرانی کردم، برم اون آدما رو از کجا پیدا کنم بگم اشتباه کرده بودم؟
خدا چه خاکی تو سرم بریزم. بله عجیبه ها. بله وقت میفرمودن فاطمه پاره تن من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده است. وقتی از روی احادیث متواتر ثابت شد پیامبر علی و فاطمه و حسنین را پیامبر علی و فاطمه و حسنین را دوست می‌داشتند، واجب است بر هر امتی تبعیت کردن از پیامبر به خاطر قول خداوند که می‌فرماید، سه تا آیه میاره فخر رازی خیلی جالبه، و تبعوه لعلکم تهتدون، تبعیت کنید از پیامبر تا شاید چی بشید؟ هدایت بشید. دو، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس بترسن اون کسایی که مخالفت میکنن با امر پیامبر. سه، ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید، فتبعونی یحببکم الله، اگه خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید تا خدا چیه؟ شما رو دوست داشته باشه. مردم و اینجا نتیجه میگیره که چی؟ باید یکی از تبعیت رو که از پیامبر میشه کرد اینه که چی؟ پیامبر مگه فاطمه رو دوست نداشت؟ تبعیت کنید. مگه عاشق حسنین نبود؟ تبعیت کنید. درست شد؟ مگه عشق نمیورزید به علی ابن ابی طالب؟ تبعیت کنید. و یک آیه دیگه میاره، ولی قوله سبحانه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مگه خدا نگفته پیامبر اسوه شماست؟ چرا نباید وقتی پیامبر عاشق اینا بوده ما هم عاشقشون باشیم؟ سومین دلیل این که دعا برای پیامبر و آل او یک جایگاه خیلی عجیبی دارد، جایگاه خیلی بزرگی است، ولی لذا این دعا در پایان تشهد قرار گرفته. تشهد تموم شد چی میگی؟ صلوات میفرستی. بعد و این بزرگی در غیر آل پیامبر یافت نمیشود و تمام این دلایل واجب میکند محبت پیامبر و آلش را. مفاتیح الغیب جلد 27 صفحه 595. و قال شافعی، و اینجا فخر رازی میگه همینه که امام شافعی، امام یک چهارم دستبندی شده اهل سنت دیگه، شافعی ها، که گفت چی؟ یارا، که حالا من فارسیش بخونم چون وقت نیست، گفت ای سوار در کنار رمی جمره به ایس و بانگ بزن مردمی را که در آنجا ساکن یا در رفتار آمد هستن بگو، و این بانگ زدن هم هنگام سحر باشد و هم هنگامی که حاجی ها به منا می آیند، که به مانند موج آبی که خروشان می کنن. اگر دوست داشتن آل پیامبر رافضیگری است، پس جن و انس ثقلین شاهد باشید، من شافعی رافضی ام. میگه نگاه کن بزرگان ما یه همچین حرفی می زدن. عزیزان بزرگواران، یک جای دیگه هم هست در مجمع زواد هیثمی جلد 9 صفحه 146، خوب عنایت داشته باشید. اینجا امام حسن بعد از شهادت امیرالمومنین یک خطبه میخونه، این اهل سنت نقل کردن ها، و سندش هم حسنه، یعنی خوبه، درست خوبه. بعد تو اونجا خیلی عجیبه، امام حسن میفرماد مگر به شماها یاد ندادن که من میدونی من که کسایی که منو میشناسن که بسم الله، اونایی که نمیشناسن من فلانی ام. آقا خودشو معرفی میکنه با آیات قرآن معرفی میکنه، من از همون اهل بیتیم که یطهرکم تطهیرا، من از همون اهل بیتیم که آخرش حضرت میفرماد من از همونیم هم که مودت به ما بر شما واجب شد. اما چه کردن به قولی؟ سلام علیکم. نزدیک به 30 تا از مصادر اهل سنت این ماجرای مودت رو نقل کردن. خوب حواستون من باشه، 30 تا که من تعدادش رو خوندم. یک روایت نقل کرده آقای کورانی از امام صادق، خیلی جالبه. آقا امام صادق میفرماد اگر پیامبر به امت دستور میداد، به امتش دستور میداد که ما را بکشند و تارمار کنند، فرض کنید به جای چی؟ مودت. حضرت دستور داده بود که ما اهل بیتو تیکه تیکه کنند، تارمار کنند، بکشند، بیش از این نمی کردن که الان با ما کردن. غیر اینه؟ خب بسم الله، این چهار تنی که پیامبر دستور داده حواستون بهشون باشه چه کردن؟ اولیشون با حضرت زهرا شروع شد، همون کسی که چی؟ یه عجیبه، وقتی پشت در حضرت فرمود منو به اهل سنت ها فرمود من فاطمه ما پشت در، تو حالیت نیستا، تو من فاطمه هم. جالبه منابع اهل سنت یه دی برگشتن گفتن نه تا اینجا با تو اومدیم، این فاطمه است دیگه، ما فکر نمی‌کنیم این بیا پشت در. چه کردن؟ بگو چه نکردن. با امیرالمومنین چه کردن؟ عزیزم تا مدت، تا زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفی بود، چون ممکن بود برن پیکر مطهر بیرون بکشن آتیش بزنن. بر 70,000 منبر امیرالمومنین رو لعن کردن، طرف لعن امیرالمومنین رو یک توی یکی از نمازاش یادش رفت و قنوتش، به کفارش مسجد ساخت.
قدر این علی گفتنه که به پیچ زیر این سقف رو میدونی؟ اینه. با سومی با امام حسن چه کردن؟ خودش که هیچ، پیکر مطهرش رو تیربارون کردن. به شما بگم تابوت رو میگه تیرباران کردن، نگید تابوت، چون تابوت های عربی رو نداره. خود پیکر مطهر مثل برانکار بود، برای عربا میذاشتن پیکر مطهر. خب با آخری که دیگه کاری شد نکنن. ببین آقای امام صادق میفهمد اگر برنامه ریزی میکردن بیشتر از این نمیکردن. بری اسبات و نعل تازه بزنی که میخوای چی کار کنی؟ بابا آقا در گودال به شهادت رسیده. این اسبها، دقت کنین، اسبها تربیت شده بودن، جنگی بودن، دید سوارش دیگه نا نداره، خودش آورد توی گودال که زین اسب با بغل زمین یکی بشه آقا بتونه پیاده شه. نا نداشت این طرفی، این طرفی افتاد. وقتی اون اتفاق در گودال میفته که من واردش نمیشم، اینا الان دیدید مقتل با محل مدفن شریف فاصله داره، گفتن نه کمه، آوردن بیرون یک جای تخت گذاشتن، اسب باختند. این دیگه چه بعد با اون به کنار، با شیعیانشون چه کردن؟ حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه این یک صبونه نهار نخورده الا اینکه قبلش چلوش سر ببرن. میگم اشتهام باز میشه. عزیز من، اصلا همین محبت، اصلا دوست داشتن، نه که ولایتشون رو بپذیرید، خیلی دوست داشتید خدا وکیلی. چه کردید؟ این جلسات از این حیث که دقیقا نقطه مقابل اونجاست، نه حسادتی هست به علی و اولادش هست؟ شما اینجا روزه برای اولاد و اولادش خونده میشه، برای حضرت رقیه خونده میشه، برای قاسم ابن حسن خونده میشه، برای طفلان مسلم خونده میشه، برای کسایی که مرتبط بودن، بچه های اصحاب اهل بیت. این فخرها دیدی تو آیه چی بود؟ گفت بشارت باد بر این افراد. حواسمون باشه کجا میریم. انشالله که خداوند این محبت رو عقلانی روز به روز در قلب ما شعله برتر بکنه. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. صلواتی نبفرد.